در این آموزش قصد داریم نحوه محاسبه کردن انتگرال رو از طریق دستور اینتگرال در نرم افزار مطلب ببینیم چطور است. همونطوری که در آموزش های قبلی دیدیم، ما از روش کواد تونستیم استفاده کنیم که روش کواد از قاعده سیمسون استفاده میکرد برای محاسبه کردن انتگرال. اگر به هلپ مطلب بریم، مشاهده میکنیم که اینجا نوشته شده کواد ایز not recommended. در واقع میگه که ممکنه در نسخه های بعدی نرم افزار مطلب دستور کواد دیگه حذف بشه و دیگه قابل استفاده نباشه، و به جاش نوشته که از دستور اینتگرال رو استفاده کنی برای محاسبه کردن انتگرال مربوط به یک تابع. حالا ما در این آموزش قصد داریم که ببینیم چطور میتونیم از دستور اینتگرال استفاده کنیم که انتگرال یک تابع رو محاسبه کنیم. خروجیش رو در متغیر آیچار میذاریم و تایپ میکنیم اینتگرال. به عنوان پارامتر ورودی ابتدا یک فانکشن رو میخواد که ما تابع f رو میدیم، و به عنوان پارامترهای دوم و سوم، چون انتگرال به صورت معین حساب میشه، باید مشخص کنیم که در چه بازه‌ای میخوایم انتگرال محاسبه بشه. مثلا ما مانند بقیه کدهایی که نوشتیم در بازه 0 تا 1 میدیم و اجرا میگیریم از کدهامون. ببینیم که در متغیر آیچار چه مقداری قرار گرفته. روش موجود در اینتگرال تونسته عدد 33 صدم رو برای ما محاسبه کنه و خروجیش رو در متغیر آیچار بذاره. در این آموزش با نحوه استفاده از دستور اینتگرال برای محاسبه انتگرال عددی در حالت گسسته و به عنوان جایگزینی برای دستور کواد در نرم افزار مطلب آشنا شدیم.